ببینم خوش آمدید. در دو برنامه قبلمون ما در مورد هیدروژن صحبت کردیم و طرز تولید هیدروژن رو به شما گفتیم و یه آزمایش الکترولیز کردیم با شما. موضوع برنامه این بار ما هم در مورد هیدروژنه و اینه که چجوری هیدروژن رو میتونن در اتومبیل‌ها استفاده کنن. این بار ما میخوایم در مورد پیل سوختی یا فیول سل صحبت کنیم. پیل سوختی این قدرت داره که دنیای ما رو دگرگون سازد. امروزه با کمک از تکنولوژی این امکان فراهم شده که موتورهای با هیدروژن بسازیم که بیشتر صداتر و تمیزتر و بدون آلودگی کار میکنن. اتومبیل ها که با پیل سوختی کار میکنن درست مانند اتومبیل های معمولی که در جاده ها حرکت میکنن به نظر میرسن، اما بسیار بیشتر صداتر، تمیزتر و مؤثرتر کار میکنم. وقتی سویچ رو میچرخونید هیدروژن از تانک هیدروژن فرستاده میشه به پیل سوختی. پیل سوختی از صفحاتی تشکیل شده که هیدروژن رو تبدیل به پروتون و الکترون میکنه. در نتیجه الکتریسیته تولید میشه. الکتریسیته به سیستم محرکه اتومبیل که یه الکتروموتور هستش وارد میشه. وقتی موتور به چرخش در میاد و چرخان به چرخش در میاد و این صورت هم اتومبیل به حرکت در میاد. و اما یک پیل سوختی چگونه کار میکنه؟ یک خانه تکیه پیل سوختی از دو صفحه اصلی، دو الکترود، دو کاتالیزور و یک صفحه پلاستیکی جدا کننده تشکیل شده که باعث تبدیل انرژی الکتروشیمیایی به انرژی الکتریکی می شود. هیدروژن از یک طرف و اکسیژن از یک طرف درون کانال هایی که در صفحات اصلی هستن حرکت میکنن. کاتالیزور باعث تبدیل هیدروژن به الکترون و پروتون میشه. پروتون ها میتونن از مندرین عبور کنن، اما الکترون ها از مسیر جداگونه که به الکترون ها متعدل هست عبور میکنن و باعث تولید جریان الکتریسیته میشود. در طرفی که اکسیژن هست، الکترون ها و پروتون ها با اکسیژن ترکیب میشن و آب و حرارت تولید میکنن. این کار در تک تک خونه های پیل سوختی انجام میشه و باعث تولید جریان الکتریسیته می شود و به این ترتیب یک پیل سوختی کار می کند. مزیت ماشین با پیل سوختی اینه که در عرض چند دقیقه می تونن تانکش رو پر از هیدروژن کنن و یه ماشین باتری رو چند ساعت طول می کشه که باتریش شارژ بشه. با یک تانک هیدروژن میشه مسافت بیشتری را از یک اتومبیل باتری. امیدوارم از برنامه این بار ما خوشتون اومده باشه و چیز جدیدی در مورد پیل سوختی یاد گرفته باشین. حتما بهمون میل بدین، پیشنهاد بدین. ما برنامه بعد میبینیم. حتما برنامه بعدم ببینیم. خدا فرست، خدا نگهدار.